زدن با ایشون. برمیگردیم به آنچه که هفته پیش رها کردیم و میخواستیم ادامه بدیم. دکتر، ما میخوایم راجع به جاسوسی و سازمانهای جاسوسی صحبت بکنیم. بهتره که از بزرگترینشون شروع بکنیم که شوروی و بعد آمریکاست. بریم اول شوروی رو روشن بکنیم و ازشو بعد بیایم. از چه زمانی سازمانهای جاسوسی در شوروی شروع به کار کردن و به صورت تشکیلات قدرتی در اومدن؟ خدمتتون عرض کنم وقتی که ایوان مخوف اومد سر کار، ایوان مخوف بعدن شد مخوف، وقتی که اومد سر کار آدم خوبی بود، بعد از اینکه همسر اولش فوت میکنه این مثلا ناراحتی اینا پیدا میکنه و کارهایی که انجام داد بعدن شد ایوان مخوف. خدا وقتی که در 1560-61 اینا میاد سر کار، 62 میاد سر کار، به پیشنهاد همسرش یک تشکیلاتی درست میکنه به نام اوبچرنیک. این اوبچرنیک ها کسانی بودن که راهب بودن، لباس سیاه میپوشیدن و تقریبا مثل چشم و گوش پادشاه بودن، چشم و گوش سلطان بودن، اما محافظینش هم بودن. در وهله اول اینا 300 نفر در کاخ اینا زندگی میکردن. خود ایوان مخوف، حالا ایوان، این عادت داشت که ساعت 9 به اینا غذا بده، خودش غذا نمیخورد، اینا رو نگاه میکرد، اینا غذا میخوردن، بعد 9:30 میبرد در نمازخونه که در اونجا داشت، خودش دعا میخوند تا ساعت 11:30، اینا بعد اونجا نماز میخوندن با این، بعد اینا میرفتن میخوابیدن، خودش هم میرفت با 3 نفر به اصطلاح از همین اپریشیکرا که کور بودن، میومدن براش داستان تعریف میکردن، لالایی میگفتن تا این بخوابه. زنش از این فرصت استفاده کرد، گفت اینا بهترین آدمان، به تو وفادارم، بهشون غذا دادی، خوراک دادی، بذار آدمای تو باشن ببین در شهر چه میگذره. برای این هم اینا یک علامت سر سگ داشتن، به این نشانی که چون سگا حس بویاییشون قویه، اینا در واقع در جامعه میرفتن و مثلا بو میگشیدن چه خبره، چه خبره. حالا به این صورت اگه بخوایم بگیم، و این قدرت گرفت و به اینا اختیارات تام داد و اینا چی میخواستن مردم بترسونن، به جز اینکه لباس سیاه میپوشیدن، اسبای سیاه سوار میشدن، شمشیرهاشون به رنگ سیاه بود، یک ابهت به اینا داده بود. اینا 7 سال سر قدرت بودن و در اون مدتی که سر قدرت بودن واقعا وفادار به خود ایوان بودن. یعنی مشکل سازمانهای امنیتی همیشه در همه کشورها به جز کشورهای دموکراتیک حفاظت از نظام نیست، حفاظت از شخص و دستگاه. در اون دوران هم چنین بوده است. بعد این افراد وقتی قدرت گرفتن دیگه با هر کی که فکر میکردن ممکنه یه روز دشمنش بشه، حتی حد میزدن از بین میبردنش، مال املاکش رو ور میداشتن، زمیناش رو، خونهش رو، همه چی رو ور میداشتن. در اون موقع 2 تا شهر به نام نووگراد در روسیه بود، یکی در غرب مسکو بود، یکی در شمال غرب مسکو بود. اینا یه روز میرن در شمال غرب مسکو، اون شهر رو محاصره میکنن و شهردار و نماینده شهر رو همه اینا رو از بین میبرن و 3-4 ماه تو اون شهر میمونن، قتل و غارت میکنن و دیگه هر چی که شما فکر کنید انجام بدن، صاحب شهر میشن، صاحب شهر میشن. خود ایوان میفهمه که دیگه با اینا نمیشه به اصطلاح تعامل کرد. اینا رو اینه که یک بریگاردی از سربازای آدمانی، قزاقهای آدمان رو میفرسته که اینا اصلاً از استپای لهستان اومده بودن، قزاقهای آدمان. در فیلم تاراس بولبا هم اگه ببینید اینا قزاقهای آدمان اونجا بودن. اینا میان شهر محاصره میکنن، میرن توی شهر، تمام رؤسای آپراچنیک رو میگیرن، اعدام میکنن، یه دور زندانی میکنن. اونایی هم که در رده های خیلی پایین بودن، چون صحبت 1500 نفره، اونایی که در رده های خیلی پایین بودن اینا رو پخش والا میکنن میره، ولی یه قانونی میگذارن که دیگه اصلا به کار بردن واژه آپراچنیک ممنوع شد در روسیه. این اولین باری بود که زمان ایوان مخوف یک تشکیلاتی به این صورت در اومد. سالها بعد از اواخر 1700 به بعد اوکرانا به وجود میاد که دیگه در اون تتارا سر قدرت بودن. اوکرانا یک تشکیلاتی بود، روسیه میدونید چه در گذشته چه در حالا، که حالا شهر تعداد شهرش خیلی کمه، منتها دهات و اینا خیلی زیاد داره، 2-3 شهر بزرگ بیشتر نداره، یه 30-40 تا شهر کوچیک داره. این اوکرانا هم باز همون وظیفه رو داشت، اتفاقا وظیفه‌اش هم خیلی خوب با مدیریت خوب انجام میداد و نیمی از افراد خودش رو به خاطر چون که شهرستان‌ها و جاده‌ها و نمی‌دونم ارتباطات دهات بود از ژاندارمری برداشته بودن. تا
1917 که یک سال قبل از اون 1916 رئیس این سازمان اوکراینا که 10,000 مأمور بودن در مورد وظیفه‌ای که داشتن خوب انجام میدادن، اما سازمان امنیت نبودن، همون سازمانی بودن که باید از خاندان تزار و تشکیلات او حفاظت میکردن. رئیسش نامی که از اعضای خاندان خود تزار بود که در تئاتر نهلیستا میکشن. اون موقع میدونید در روسیه کمونیستا تعدادشون خیلی خیلی کم بود و اینا یک بدنه خارج از بدنه روسیه بودن، اینا بیشترشون از آلمان اومده بودن، ولی در اونجا نهلیستا بودن، فرصت طلب ها، اپورتونیستا بودن، بعد این گروه های به اصطلاح پراکنده، افکار پراکنده ای دارن اونجا زندگی میکردن، آنارشیستا بودن. و در یک از این آنارشیست هایش رو میکشه و از اون به بعد سازمان اون شکل اصلیش رو از دست میده، ترس همه رو میگیره. بعد یک سال بعد که دیگه تشکیلات از بین میره، رژیم عوض میشه، کمیسرهای ضد انقلابی که تشکیل شده بودن، به اصطلاح سازمان هایی که فقط با انقلابیون مبارزه میکردن، دژنسکی بود اسم اون شخص، فلیکس دژنسکی، لنین رو صدا میکنه، میگه من به 3 روز وقت میدم یک تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی برام درست کن که سوا و ورای همه چی باشه، به تو قدرت کامل میدم، قدرت اجرایی میدم، قدرت دادگاه میدم، از ارتش بالاتر خواهی بود، از نماینده های پارلمان بالاتر خواهی بود، از همه اینا بالاتر خواهی بود، فقط با چیزی که فکر کنی ممکنه نظام کمونیستی، حالا بعد البته رأی گرفتن که نظام کمونیستی شد، از اون به اصطلاح از ایده ما رو به خطر میندازه، از بین ببر هر چی که باشه. اونم میگه من 3 روز وقت ندارم، همین الان با تو دست میدم و قول میدم چنین تشکیلات رو درست میکنم. و از اون موقع بود که بار اول تشکیلات فلیکس دژنسکی که خودش از اشراف لهستان بود، اومده بود در به انقلاب پیوسته بود، با فرد بسیار خشنی بود، منتها مدیریت خیلی دقیق داشت، قاتل هم بود، یعنی سر میزش یه پتک داشت که وقتی یکی رو میوردن میگم بابا این شک داریم، که شک نکنید، با پوت میزد خودش میکش، میگفت خب حل کردیم یکی دیگر بیانید، به این صورت بود، یعنی میخوام بگم خشونت به این اندازه بود. و یک سال بعد، یعنی در 1918، یکی از آنارشیست های دختر خانمی بوده به نام آن کاپلان که سابقه زندانی هم داشته و آنارشیست بوده دیگه، این کارهای آنارشیستی میکرده، سوء قصد به لنین میکنن و لنین 14 روز 15 روز تو تخت بوده، مریض بوده تا مداوا میشه. در این 14 روز بهترین فرصت بوده برای فلیکس دژنسکی، شروع میکنه قتل عام کردن، مخالفین احتمالی رو، مخالفین آینده رو، هر کی رو، نظامی ها رو، غیر نظامی ها رو، دیگه قتل عامی که انجام نمیده، تا وقتی که به هوش میاد لنی میگه بابا دیگه این قتل عامو کم کن، میگه من اینو شروع کردم، تو به من اگه اجازه ندادی اجازه بده کارو تموم کنم. لنی خودش در 24 میمیره، 1924 میمیره، دلیل مرگش هم واقعا بیماری سیفلیس رو داشت، یعنی گرفتار این بیماری بود، اون موقع مداوای این مرض نبود، یعنی پنیسیلین به این صورت نبود، اصل مرگش از اون بوده. خود دژنسکی هم یه 2 سال بعدش میگن به مرگ طبیعی مرد، ولی من تاریخ روسیه رو که میخونم مرگ طبیعی ما نداریم اونجا، همه غیر طبیعی میرن، ولی حالا مثلا اسمی داشته باشی، بله مثلا چنین موقعیتی هم داشته باشی. بعد از دژنسکی یکی دیگه میاد، اونم بدتر از این، به نام میژنسکی که تا 1929 تا سرکار بودن. در اون مدت نزدیک 5 میلیون نفر رو از بین میبرن، یعنی این ارقامیه که وجود داره و شما میبینید دهاتو از بین میبردن، یعنی مثلا میگفتن یه جای قحطی اومده مردم ناراحتن، مثلا گفت خب ناراحتن کار رو حل میکنیم، مسئله رو حل میکنیم، همه رو میکشتن، یعنی یک چنین قتل عامی رو انجام میدادن. در روسیه و در شوروی گذشته و حالا 3 نیروی اصلی رو باید در نظر داشت که نگهدارنده و نگهبان شوروی و روسیه بودن، یکی ارتش بوده، یکی سازمان های اطلاعاتی امنیتی بوده و یکی پولیت بیرو بوده. چی؟ پولیت بیرو، صدر هیئت رئیس. بله بله بله. این 3 تا بودن. از نظر تعداد نفرات و قدرت به اصطلاح آتش و اینا، خب ارتش از همه بزرگتر بوده ولی ضعیف ترین همیشه.
من اسم پولیت بیرو رو همیشه گذاشتم گورستان فیل ها، چون هر کی اونجا میره سناشون 2300 سال هست همشون، اینا اصلا نمیدونم مغزشون چجوری کار میکنه در اونجا. ولی سازمان امنیت و اطلاعات با داشتن 250,000 260,000 مامور و داشتن واحدهای نظامی مثل واحد آلفا، واحدهای اسپتسناز، نیروهای مخصوص و تانک و توپ و هفت ماه هلیکوپتر، اینا همیشه قدرت در دست داشتن و بازیهایی که در تاریخ کردن خیلی جالبه که الان هم دارن این کار رو انجام میدن. تا زمانی که بعد از لنین، شما ببینید ستالین اومد سر کار، سازمان اطلاعات امنیت خیلی همکاری نزدیکی با ستالین میکرد. خود ستالین خودش نظامی بود، مارشال ستالین بود. تشکیلات امنیتی اونجا هم با همکاری خیلی نزدیک داشتن و ارتش رو داغون میکردن. مثلا در یک موقعی ما میبینیم 33,000 افسر ارتش رو اعدام میکنن. این که یک سال قبل از اینکه آلمان به اینا حمله کنه، یعنی نمیذاشتن ارتش قوی بشه. و در سیاست هم همین کارو میکردن. شما میبینید که کنسولا رو، سفیرا رو، اتفاقا دوتا از فامیلای مادر من، کازنای دورش، آواگیم و لازاریا، اینا یکی کاردار اول و یکی دبیر اول در سفارت روسیه در برلین بودن. اینا رو میگن بیاین مسکو، ما میخواییم به شما ارتقای درجه بدیم. از همونجا که میان مسکو، در همون فرودگاه مسکو اعدام میکنن. یعنی اصلا دادگاه مادگاهی وجود نداشته. در زمان استالین خیلی اینا با هم دیگه هماهنگی داشتن و ارتش رو کنار گذاشته بودن و همکاری میکردن. منتها هنوز اون قدرتی که به اصطلاح سازمان امنیت میخواد به دست نیاورده بود. کسانی که دورور استالین بودن موقعیت و فرصت و مناسب دونستن که استالین رو به کنار بذارن. چون اگه استالین به کنار میرفت، بریان به کنار میرفت، نظامی‌های دیگه هم به کنار می‌رفتن. یه عده از نظامیان بودن که اونا هم موافق بودن استالین به کنار بره. اصطلاحی سالا دقیقاً کسی نمی‌دونه، میگن وقتی که خروشچف دعوت می‌کنه یک با استالین که با هم دیگه یه مشروبی بخورن، استالین میگه من مشروب نمی‌خوام بخورم الان. میگه نه الان بخوری بهتره، می‌فهمه که چیه. میگه من می‌دونم این آخرین لیوانیه که من می‌خورم. و بعد از اون شبش میره سکته می‌کنه می‌میره. یعنی حالا به این صورت بوده. خروشچف که اومد سر کار ایدئال بود برای سازمان امنیت روسیه در اون موقع، برای اینکه خروشچف یه آدم ساده‌ای بود، مثل استالین قدرت نداشت، کشاورز بود، از خانواده کشاورز بود، علاقش این بود که در اوکراین کشاورزی رو قوی کنه، چون یک ارتباطی هم با اوکراین داشت. میخواست روسیه رو مثل امریکا بکنه، شرکت خانه‌های بزرگ درست کردن، از این آپارتمان‌های بزرگی درست می‌کنه که هنوزم هست. دو سه نفر دورورش بودن که مراقب بودن. یکی آناستاس میکویان بود که بعداً به صدر هیئت رئیس هم رسید. اون با سازمان امنیت اینا خیلی نزدیک بود. یکی از برنامه هایی که برای برکناری این درست کردن که کمتر ما جایی میخونیم، ماجرای کوباست. اینا اومدن گفتن که سازمان امنیت روسیه طرح ایجاد کرد که ما میاییم کاری که میکنیم موشکایی رو در کوبا میذاریم طوری که امریکا بفهمه. خب امریکا چیکار خواهد کرد؟ یا باید به اونجا حمله کنه. اگه حمله کنه، خب تمام دنیا میگن یک کشور ابرقدرت اومده به یک کشور کوچیک حمله کرده. پس کشورهای دیگه از امریکا دور میشن. حتی دوستانش دور میشن. اگه حمله نکنه، میگن خب ما اگه کوبا رو گرفتیم، بقیه کشورهای امریکای لاتین هم میگیریم. اینم باز ما برنده هستیم. و دنیا میگن خب این ببر کاغذی بود، کاری نتونست بکنه. با ما هم جنگ اتمی رو که نمیکنه. اگر هم بخواد جنگ اتمی بکنه، میدونه اونم از بین میره، این کار نمیکنه. پس ما برنده خواهیم بود در این کار. اینجوری قانع میکنن خروشچف رو و خروشچف اعتقاد پیدا میکنه که این کار درستیه و من این کارو میکنم. میاد موشکارو طوری میذاره که امریکا بفهمه. اوقع کندی بود اینجا دیگه. بله. کندی هم آدم به اصطلاح زیاد معقولی تو این چیزا نیست. بلافاصله میگه رهبران نظامی رو صدا میکنه، CIA رو صدا میکنه، برادر خودش هم که رئیس قوه قضاییه بود رابرت کندی هم صدا میکنه، میگه من میخوام عکس العمل باشه، عکس العملم باید حتما نظامی باشه. باز این دوره وریاش میگن چنین نباید بکنیم. اگر ما عکس العمل نظامی بکنیم دنیا جنگ میشیم. اصلا دنیا میگه امریکا چیکار کرده برای با کوبا اومده جنگیده، این چیه؟ باید یه راه دیگه پیدا کرد. خروشچف این وسط یه شخصی به نام سوولوف که اندیشمندی بود به خروشچف میگه تو دو تله افتادی، میگه کوتاه بیا این مسئله رو، میگه چیکار بکنم؟ میگه فاصله بده این وسط تا ما یه راه حل پیدا کنیم. همین مطلبم هم به کندی از یک دیدگاه دیگه، البته امریکایی‌ها میگن، میگه ما به این حمله نمی کنیم.
اما کاری که میکنیم کوبه رو محاصره اقتصادی میکنیم، اجازه میدیم فقط مواد خوراکی و مواد نفتی وارد کوبا بشه. ولی هر کشتی روسی یا از اتحاد جماهیر شوروی، از اون کشورهایی که وابسته ماهواره‌ای هستن، خواستن نزدیک بشن، ما باید چک بکنیم ببینیم توش آیا اصلی هست، موشک هست یا نه. خب این 13 روز معروف تاریخی از اونجا پیش میاد. روسا در یه سالایی داشتن که الان یادم نیست کی بود، اون یک پیشنهادی میکنه، میگه ما کشتیامونو میفرستیم اما اینا رو با سرعت زیاد نمیفرستیم، با سرعت کم بفرستیم تا این وسط فرصت پیش بیاد. در این وسط باز به خروشچف میدونسته که کار به مشکل خواهد رسید، برای اینکه فاصله امریکا تا کوبا 110-120 کیلومتره. بهش نظامی ها میگن اگه جنگی بشه، خب اینا 110-120 کیلومتر با هواپیما با همه چی میان سر ما میریزن، ما فقط کشتیامون رو بردیم اونجا، کشتی نفتکش هم نداریم که به اینا برسونیم، نداشتن کشتی نفتکش و ما اونجا میمونیم مثل هدف تو آب میمونیم، کاری هم نمیتونیم بکنیم. ما اینکه بخوایم با زیردریایمون جنگ اتمی رو شروع کنیم، که البته جنگ اتمی رو هیچ وقت هیچ کی نمیخواد شروع کنه. در این شرایط بود که خروشچف یک نامه میفرسته محرمانه به رابرت کندی، به رابرت کندی که آقا من از شما خواهش میکنم این موشک ها رو از کوبا وردارین، ما ور میداریم، ببخشید ما روسا از اینجا ور میدارن، شما موشک هایی که در ترکیه و ایتالیا میخواین اونا رو وردارین. البته هنوز در ایتالیا موشک نذاشته بودن، امریکا داشتن این کار رو میخواستن انجام بدن. اینو که میفرسته در زمین روز بعد یک نامه بازم میفرسته که همه بدونن که ما به شما اخطار میکنیم این موشک ها رو وردارین، اگر نه ما چنین و چنان خواهیم کرد. رابرت کندی بدون اجازه برادرش با زرنگی نامه اول رو چاپ میکنه تو مطبوعات که روسا به ما گفتن که شما، ما اینا رو ور میداریم، شما از اونجا وردارین، و برای ما میگه اهمیتی نداره ما در ایتالیا موشک داشته باشیم یا نداشته باشیم، اصل اونه که این مسئله بغل گوشمون موشک وجود نداشته باشه. و در این موقع بود که صحبت های میشه که خب یک راه حلی هم باید پیدا کرد که با هم دیگه بتونیم ارتباط پیدا کنیم دیگه. تلفن قرمز به وجود میاد. آفرین، همین تلفن های قرمز، خط قرمز مجاتون موقع تا واسطه ها صحبت میکردن. از اون موقع بعد پیشنهاد همین رابرت کندی و قبول روسا، خط تلفن قرمز مثل خب امروز نبود که ماهواره و اینجور چیزا به این عظمت نبود، الان وسایل دیگه هم هست، اون تلفن قرمز رو درست میکنن. اما کشتی روسی برمیگردن و خروشچف در البته اونجا جشن میگیرن که ما ببینید چنین کردیم چنان کردیم، امریکا رو مجبور کردیم که از ترکیه و ایتالیا موشکاشو برداره. یه اون قسمت رو نگفتن که خودشان برداشتن، هر دو طرف خودشونو برنده دونستن. شاید همونجور که اشاره کردیم بهترین چیزی که حاصل شد اون خط تلفن قرمز بود. اما کجیبی کجا پیروز شد در اینجا؟ کجیبی از اونجا پیروز شد که در مجلس طرفدارانش گفتن آقای خروشچف تو آدم ضعیفی هستی و در این مسئله شکست خوردی، کشتی های ما رفتن اونجا و برگشتن، ما کشتی نفتکش نداریم که به اینا نفت برسونیم. اولین کاری که کردن به ایتالیا دستور دادن کجیبی که 4 کشتی نفتکش برای ارتش درست کنه. بعد از 24 ماه خروشچف اصلا برکنار کردن، خروشچف از کار برکنار شد، رفت تو داچو، میگن داخو، میگن اینا خونه های چوبی هستن نزدیک مسکو که تقریبا حصر خانگی، اونجا که میری دیگه بیرون نمیای. همینجوری شد، خروشچف رفت اونجا و دیگه چیزی نشد، در اون گوشه موند و برژنف اینا آده سر کار. در امریکا خروشچف اونجوری تموم شد در این ماجرا. در امریکا هم چطور شد؟ یک نفر به نام آسفالد که هم کوبا رفته بود هم روسیه رفته بود، سمخاتیزی هم بود، اینا به هر جهت یک قتلی انجام داد و کندی رو کشت. اون کسی هم که کندی رو کشید رفت زندان، می‌خواست اینو ببرن دادگاه، یک شخصی به نام جک روبی اومد اونو کشت. خود جک روبی هم سرطان گرفت تو زندان، بعد 3 ماه مرد. و دو مهره اصلی که اینجا بودن، کندی و خروشچف، که همه چی رو می‌دونستان، از بین رفتن. ضمن این که رابرت کندی هم که ماجرای این نامه‌ها دستش بود، اونم در اینجا در ترور شد، در اینجا ترور کردن. این بخش اول اینا بود. بخش دومی که مربوط میشه باز به کار کجیبی، حالا کجیبی راحت شد، قدرت دستش گرفته، برژنف اومده، تام الاختیار هر کاری میخواییم بکنین انجام میدین. زمانی که هاورد هیت نخست وزیر انگلستان بود، مدت کمی هم بود، معاونش هم سر الک داگلس هیوم بود که بعدا خودش یک سال نخست وزیر شد، یه ماجرای پیش اومد.
یک نفر به نام اولگ آدولفوویچ موقع رانندگی یه سرهنگی بود که در قسمت مستشاری بازرگانی کار میکرد، تصادف میکنه. وقتی که تصادف میکنه، ببخشید من، خواهش کنم راحت بشین، عجب دنیایی یا آقا. میبینید تماشاگران عزیز، ما تو چه زمانه زندگی کردیم و همینطور همونجا ماجراها ادامه هم دارد. به گوش هستم. بله، این ماجرا تصادف میکنه، پلیس اینو میگیره، مست بوده. این خیلی ناراحت بوده که گرفتنش، میگه بابا من سرنگ آدولفوویچ هستم و اینا. میگه خب بالاخره تصادف کردی، باید بگیریم. این وسطش دیگه انفجار میتره که میگه بابا من مامور کجیبی هم، با من یک ماموریت اومده اونجا، با شما نمیخوام صحبت کنم، یه اثر MI5 بیاد با من صحبت کنه. خب اینا بلا فاصله، خب اینا رو تعقیب میکنن دیگه، میدونن کیان دیگه. یه اثر MI5 ور میدارن، اینو میبره در یه خانه این امن، خانه های امن اون موقع نزدیک سفارت روس، الان نمیدونم دیگه، ولی سفارت روس رو ناتینگل گیت بود، چرچ استریت مثلا 10 دقیقه فاصله است، اونجا 4-5 تا خانه امن داشتن برای چیزای اینجور مواقع. اینو میبرن اونجا، MI5 میاد باهاش صحبت میکنه، میگه من برای ماموریت اومدم و ماموریتم اینه که با 3 نفر دیگه دستگاه شنود فلاینگ دل رو از بین ببرم. دستگاه شنود فلاینگ دل یه راداری بود که تمام هواپیمای روسی که میخوان پرواز کنن و کشتی هایی که در آتلانتیک باید برن اینا زیر نظر میگرفتن. و میگن خب چه چیزی میتونی ثابت کنیم؟ میگن من با 2 نفر قبرسی که اینجا هستن خیاطن و 1 مالزیایی ماموریم که این کارو بکنیم. آدرسا رو میدن، میرن خونهشون، مواد منفجره اینا هست پیدا میکنن. همزمان میگه در جاهای دیگه هم این کار میخواد انجام بگیره. به CIA خبر میدن که در نیو مکزیکو، در پاریس، در جاهای دیگه چنین کاری میخوان انجام بدن. ببخشید من آب دلارم بدم. خب دیگه منم بودم 2 ساعت صحبت میکردم، این همه حافظه ماشاءالله به حافظه. خب خدمتتون عرض کنم هنوز این خبر پخش نمیشه، فقط اینا رو میگیرن و انگلستان بلافاصله 115 نفر لیست میده از روسا که باید از انگلستان برن. 95 نفرشون در روسیه، در انگلستان بودن، چند نفرشون هنوز در مسافرت بودن. اونا که نمیتونن برگردن، اینا رو خارج میکنن. در تاریخ انگلستان بزرگترین رقمیه که جاسوسا رو بیرون کردن. روسا متقابلا 18 نفر رو به اصطلاح از اونجا بیرون میکنن. انگلیسیایی که در روسیه بودن بیرون میکنن. و هدف چی بوده؟ هدف این بوده که به طور از اونجایی که خود دولت به اصطلاح روسیه خبر نداشته باشه، نظامی‌ها حمله ناگهانی اتمی به امریکا بکنن. و این داستان فلاینگ دل به این معروفه. سیستم دفاعی ناتو که رادارها بود، باید همه یک روز در یک ساعت معین از بین میرفت و چند شهر بزرگ امریکا مورد حمله اتمی قرار میگرفت و این پایان امریکا بود، چون امریکا باید از یه طریق اینو بفهمه. هنوزم که هنوز دولت روسیه انکار میکنه و هنوزم که هنوز دولت انگلستان و امریکا و فرانسه و کشورهای غربی که الان هستن اینور و سازمان نیتو استار میکنه که این طرحهای شما هستش و شما این برنامه رو داشتین. البته یکی انکار و یکی چیز میکنه. این خیلی مهمه، داستان فلاینگ دل. هنوزم این فلاینگ دل کار میکنه. اون موقعی که این فلاینگ دل رو در 1968-69 درست کردن، 80 میلیون پوند تموم شده. الان بخوان درست کنن چند بیلیون تموم میشه. دستگاه خیلی رادار بزرگیه. اما مطلب سومی که اینو تکمیل میکنه خیلی مهمه برای امروز، یک سرهنگ دو روسی به نام که در KGB بود به نام آناتولی گالیتسین که تخصص مدرسه های استراتژیک رو دیده بود، مدرسه مواد منفجره رو دیده بود، مدرسه افسران روسی رو دیده بود، اینو به عنوان کاردار میفرستن به هلسینکی، اونجا به نام به عنوان دبیر دوم. این 6 سال قبل از اینکه بره اونجا داشت اطلاعات جمع میکرد، چون دیگه خسته شده بود از سیستم روسا. متولد 1926-27، هنوز در قید حیات در امریکا مخفیه. این میاد در یه روزی در یک جایی که توالت عمومی بوده، وقتی که رئیس ایسکای سیایه میره در دشتی عمومی، این پسرش میره کاغذ میده، میگه من فلان کس هستم. خب اینو میشناختن کیه و من میخوام بیام به غرب. اینا میگن نه تو بمون اینجا برای ما کار بکنه. فلان میگه نه من تا ژانویه وقت دارم، چون ژانویه تعطیلاتم تموم بشه زن و بچه‌م برمیگردن. الان زن و بچه‌م با منن، اگر من بخوام بمونم اینا برگردن، روسا میفهمن، منو ببرین تا بهتون بگم چه خبر. این که میاد اینور، شاید بزرگترین و مهمترین آسیه که در تاریخ جاسوسی گیر امریکا آمد. اولین کاری که کرد
این گفت که هر چی که شما در نیتو صحبت میکنی من 3 ساعت دیگه میتونم. گفتن امکان نداره. گفت نداره، شما هر چی میخواین پرونده هاتون رو بیارین، اونایی که مخفی من بگم چیه. سه جلسه پرونده ها رو که اینا داشتن آوردن، هر کدوم 1000 صفحه است دیگه. این زود نگاه کرد، گفت اینو اضافه کردین، اینو کم کردین، اینو اضافه کردین، یعنی اینا رو دیده بود، یعنی میدونست که چه بازی اونجا کردن، جملات رو خونده بود. پس اینا فهمیدن یه آدمی هم در اطلاعات اینا نفوذی دارن روسا. گفت الان که قبول کردیم، اون بایی که بود به نام جیم جیسوس انکلتون که در 1985 بود رئیس ضد اطلاعات CIA بود، آدم خیلی جالبی بود، منتها اکسنتریک بود، یعنی هم همه دوستش داشتن هم همه از این میترسیدن، این چیز عجیب غریبی بود. یه روز درباره اون صحبت میکنم. این گفت که یه کار دیگه بکن، اینجوری فایده نداره. گفت من 300 تا جاسوس غرب چیز روسا در غرب دارن، من همه اینا آدرساشونو بهت میدم. این فوتوگرافیک مموری داشت، یعنی حافظه فوتوگرافیک داشت، آدرس، خونه، شماره تلفن، ماشین، کد رسم، نمیدونم نام مستار، همه اینا رو داد، همه رو گرفتن یا تحت نظر گرفتن. گاهی اوقات جاسوسا رو نمیگیرن، تحت نظر میگیرن چون میصرفه. اما گفت که این تمام نشده، بذارین یه چیزی بهتون بگم. اینو در 1985 گفت، خودش 64-5 اومد این ورا، ولی اینو در 85 گفت، چون الان وقتشه بگم، چون 4 سال دیگه اتفاق میفته. گفت KGB میمونه ولی اتحاد جماهیر شوروی میریزه، تحریه هست، مراقب باشین. این غربی ها میگن تموم شد، گلازنوستی پیش میارن، واژه به کار میبره، پرستوسپراید آزادی قلم و پرستوسپراید پیش میارن، و بعد یادتون باشه دیوار برلن هم میارن پایین، آلمان شرقی غربی یکی میکنن. ولی اینا همه بازیه، چون بعد از اون خواهین دید تمام رهبرهای کشورهای ماهواره‌ای همون رؤسای KGB خواهم بود. رئیس KGB رئیس روسیه خواهد شد، فدراسیون روسیه خواهد شد. فکر روسا عوض نمیشه، به نتیجه میرسه، یعنی دیگه KGB ارتشو کنار گذاشته، زیر دستش داره دیگه، صدر هیئت رئیسه ای نیست، دولت هست و دولت هم KGBه. شما با یک سازمانی روبرو خواهید، یک سازمان اطلاعاتیه، و تمام اینایی که شما ببینید بازیه، با شما دوست خواهند شد، با شما همکاری خواهند کرد، تکنولوژی شما رو ور میدارن، همه این کارا رو میکنن، ولی هدف فکر عوض نشده، نظریه همونه که دمار از روزگارتون یه روز در بیارن. بیدار باشید. کتابش هم انگلیسی هست، نمیدونم به فارسیش هست یا نه، اتفاقا حواس دارم اگه به فارسیش ترجمه کنم به فارسی اینو، ولی این شخص هستش. یه بارم در کانادا 1976 خواستن بکشنش، فرار کرد، اومد الان در قید حیات سن داره، ولی این دیدگاهی بود که خواستم خدمتتون عرض کنم از سیاست‌های KGB. بله. KGB حالا این همه نقش داشته و اومده جلو، الان نقشش دقیقاً چیه؟ اداره کشور. شما ببینید تمام کشورهای ماهواره، ارمنستان، گرجستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، چرقیزستان، تمام این کشورها رو اساسشون KGB بودن. الان مثلا رئیس جمهور ارمنستان که سرژ ساکسیا، همه اینا KGB بودن. خود پوتین سرهنگ KGB. پیام این اتفاق، پستی که یه موقع پستی داشت به عنوان شهردار لنینگراد که بعدا شد مثلا سن پیترزبورگ، معاون شهردار اونجا بود، این دوست ما، دوست مشترک ما چلینگر که رفته بود، این میماندارش بود اون موقع، یعنی از اونجا ما اینو میشناسیم. ولی تمام زیر نظر KGB. یکی از اشکالات بزرگی که الان فدراسیون روسیه با اون روبروه از نظر اقتصادی، برای اینکه KGB اقتصاد بلد نیست، اینه که روبل داغون کرد، اقتصاد داغون کرد، ولی خب در کارهای اطلاعاتیش خیلی دقیق و کارهای نظامیش دقیق. یک ضعفش اینه، برای اینکه این در این از 1917 تا حالا کار اقتصادی نکرده. خب یه گروهی که اینطوری هستش و الان هم اقتصاد رو داغون کرده و ما میدونیم اقتصاد شوروی الان در چه وضعیتی داره زندگی میکنه، در آینده چه نقشی خواهد داشت؟ خطرناکه. شما ببینید، شما یک، نمیخوام مقایسه کنم، ولی مثلا شما یه حیوان کوچولو رو اگه یه گوشه بندازین زیر فشار بذارین، این حمله میکنه. الان کارهایی که این میکنه در اوکراین، در جاهای دیگه داره این کارا انجام میده، این از روی فشاره، یعنی اگر آزادش بذارن، کمک اقتصادی کنن که راه بیفته، شاید اگه تحریم‌ها رو بردارن شاید کار درست باشه. ولی تحریمی که الان انجام گرفته بیشتر از طریق سعودی هاست، حالا با توافق اینو نمیدونم، ولی باعث شده که دشمن سعودی که ایران باشه در مشکل اقتصادی قرار بگیره، و دوست ایران که روسیه است اونم
زیر فشار اقتصادی قرار بگیره. و همین مسئله رو ما اگر به گسترش بدیم، گسترتر ببینیم، ببینیم دفعه اون موقع هم زیر فشار اقتصادی روسیه به اون ساختارش ریخت، ولی ساختار دولت دولتی دولت حکومتی بوده، ولی الان یه تشکیلات اجتماعی بله سیاسی. اهمیت رهبران کی‌جی‌بی به غیریه که شما اگه یه روز مسکو تشریف بردین، اونجایی که مقبره لنینه در میدان سرخ، پشت اون رهبرای روسیه اونجا خاکن. تنها کسانی که هم ردیف اونا خاک شدن اونجا رهبران کی‌جی‌بی هن. یعنی یه رهبر کی‌جی‌بی برابر صدر هیئت روسیه شوروی اهمیت داره و اونقدر اینا مرموزه هن که غرب خدا نمیدونه اینا چیکار میکنن. وقتی که آندروپوف که اگه یادتون باشه 1968 وقتی که ماجرای چکسلواکی پیش اومد و دوبچک اونجا بود، این به عنوان مامور رفت اونجا که اونجا رو بخوابونه از نظر امنیتی. بعدن اومد یه مدتی هم در روسیه و بعد شد رئیس کی‌جی‌بی و بعدش هم شد رئیس صدر هیئت رئیسه. وقتی مرد غرب نمیتونست که به دولت روسیه باید تسلیت به کی بگه، چون زن نمیتونستن زن داره یا زن نداره. یعنی اونقدر اینا مخفی نگه داشته بودن اون موقع، البته الان اون بازه یه مقدار، که دولت انگلستان نمیدونست تسلیت به زنش باید بفرسته یا نه، چون نمیدونستن اصلا زن داره یا نه. این همه اینا در سایه زندگی میکنن، تشکیلات به این صورته. ولی بالاخره همه چیز نمیتونه همیشه زیر سایه بمونه، بالاخره ظاهر میشه. خب بالاخره شو یه روزی شاید بشه، ولی فعلا که اینا تونستن این اهداف رو داشتن. ولی گالتسین که این ماجراها رو میگه، این مسائل رو مطرح میکنه، ما میبینیم چندین سال قبل از اینکه این اتفاق بیفته گفته به ما، یعنی به من که نه، به تشکیلات اطلاعاتی انگلستان و اینجا دقیقا گفته چه میگذره. خب حالا شخصیت های دیگری هم هستن، مثل لومونبا، مثل خامنه ای، اینا که در شوروی در دانشگاه خود مال پاتریس لومونبا که مربوط به سازمان کی‌جی‌بی دیگه. البته پاتریس لومونبا یه دانشگاه بود درست کرده بودن که همونجور که فرمودین کی‌جی‌بی درست کرده بود، که اون موقع که اتحاد جماهیر شوروی بود، که شاگردانی که در کشورهای خودشون به دانشگاه ها راه پیدا نمی کنن به هر دلیلی بیان اونجا، یعنی نردبان ترقی بود. اگه من و شما می رفتیم اونجا زود بدون اینکه امتحان درست حسابی انجام بدیم می اومدیم و مدارک به ما می دادن. ما الان رئیس یه دولتی بودیم، ممکنه برعکسش هم می بود، ولی برای این بود. در اینه که میگن آقای خامنه ای رفته اون دانشگاه، و منم یه بار در تلویزیون آرتیش نمیدونم حقیقتش، اینو اطلاع ندارم، تردید دارم به اون دانشگاه رفته باشه، ولی یک بار یک نوشته اید از اطلاعات ارتش ما از اداره دوم من خوندم که ایشون یک بار به طور مخفیانه به روسیه رفته بود و این گزارش رو به امریکایی داده بودن، امریکایی هم توجه نکرده بودن. این زمان رژیم پیشین، اونو من دیدم. کسانی هم که اون چیزو امضا کردن، کاغذو امضا کردن که برای امریکا فرستادن، میشناسم، به نام نمیخوام بگم، ولی میدونم کیا هستن که این گزارش داده. اینو تعقیب کرده بودن چجوری از راه مثلا مرزی ایران از راه آستارا میره اونجا. حالا این درسته یا غلط بازم اونم نمیدونم، فقط اون چیزی بود که یک روز من اینو دیدم. در مورد تحصیلش اونجا من تردید دارم. وقتی که کی‌جی‌بی اینقدر مسلطه به همه چیز، خب اینا رو رخنه میکنن در زندگی خانوادگی و اجتماعات مختلف. وقت چه شکلی اینا این فرمت، من چجوری بگم، چجوری من و شما رو استخدام میکنن که ما پلهم نشستیم با هم حرف میزنیم، نه من میدونم شما کی هستی نه شما میدونی من کی هستم. خب برای نفوذ، خب برای اینکه ببینید، به دانشجوهای ایرانی اون موقع که من لندن بودم یادم، دانشجوهای ایرانی که میمدن انگلستان، اینا اگه 13-14 نفر جمع میشدن میرفتن روسیه، یه بلیت مجانی میگرفتن، به اضافه 50 پوند ماهی به اینا میدادن. اینا مخره نبودن، ولی ممکن بود یه روشون دانشجو اصلا برمیگردن ایران به دردشون بخوره. از این آدما زیاد دارن، از این هزارها دارن، هر کشوری داره که خورد کوچولو کوچولو براشون خرج میکنن که یه روز ممکنه به یه جایی برسن، ولی معتادشون میکنن، معتادشون میکنن.
که اونا هم خیلی دو آتشه معتاد میشن. مثلا در ایران قدیم اگه به خاطرتون باشه سازمان وکس بود، سازمان وکس یه سازمانی بود فرهنگی، یکیش نبش خیابون ستالین و نادری بود سر چهارراه قوام السلطنه، در اونجا یک کتاب فروشی بود به نام وکس، مجله و کتاب مجانی به شما میدادن به زبان فارسی، روسی، ارمنی، هرچی بخواید. مرکزش هم در خیابان کاخ بود، اونجا هم هر شب براتون تاتر و آواز و رشید بهبودو از چیز میوردن، آذربایجان میوردن، خانواده های دیگر رو میوردن، از اون طریق با مردم نفوذ میکردن، یعنی مردم رو تشویق میکردن که از نظر فرهنگی برن اونجا و یا مثلا انترتین بشن. و بعد مثلا در همون خیابان استالین کتاب فروشی ساکو بود. کتاب فروشی ساکو خب این شخص وابسته به اون کشور بود، میرفته کتاب بخری میگفت چند مثلا 50 تومن، خب نمیشه ارزون بده که 2 تومن بده بردار برو، چون این کتاب ها مجانی میامد، تمر مجانی میدادن به بچه ها. تمر مجانی کی بود؟ عکس لنین و استالین و اینا بود دیگه، بچه ها من یادم برمیداشتن. خب اونجا 2 تا مدرسه بود، فیروز بهرام و دبیرستان کوشش بود، نفوذ میکردن تو اینا. یه مغازه بود در همون خیابان استالین روبروی سفارت که در سفارت روسیه، شکلات فروشی بود، هر بچه‌ای که اونجا رد می‌شد صاحب مغازه جعبه داشت اینجوری بزرگ یه شکلات به اینا میداد. من یه روز از پدرم پرسیدم آخه این شکلات فروشی آخه چه سودی می‌خواد ببره که هر کی از اینجا رد می‌شه این شکلات مجانی میده؟ گفت سمپاتی می‌خواد. سمپاتی میداد دیگه، چون مال روسیه است. و اینجوری زیاد بودن، برای نفوذ عمومیشون اینجوری بود. بعد مرکز تجاری روسا بود، مرکز بازرگانی روسا بود که الان هم در ایران هستش، در انگلستان هم هستش، در اینجا هم هستش. مرکز بازرگانی روسیه مرکز جاسوسیه که رسما این کارو میکنن دیگه، شما نمایندگی به شما میدن، نمایندگی شما ضرر بکنه ضرر نکنه شما پول میگیرید. رادیوهای زنیت در ایران میفروختن دیگه، مثلا رادیوی زنیتو میومدن بفروشن، نمایندگی به یکی میدادن، اگه اون ضررم میکرد یه در عوض جبران میکرد از این طریق. ولی در سطح بالا جاسوسی خب یه داستان دیگه داره. اونا ببینید هیچ جاسوسی رو هیچ کشوری قبول نمیکنه که پناهنده بشه. وقتی که فیلبی شد معاون سازمان امنیت انگلستان، رئیس بخش سازمان امنیت روسیه در خارج و فرار کرد به اونجا با درجه ژنرالی KGB فوت کرد، تازه امروز میفهمن این جاسوس سه جانبه بوده. اینه که هیچ وقت به اون اطمینان نکردن، اومد اونجا فرارم کرد، چون اگه میموند انگلستان زندانی میشد، ولی این دو جانبه بود، بعد معلوم شد سه جانبه است. یه روز بعد راست راجع به آقای فیلبی صحبت کردیم. فیلبی بزرگترین جاسوس قرنه. جدی؟ بله، هیچ چیزی که مثل این نبوده. این با البته گروهی که با خودش بود، اینا فیلبی بود، کینگ فیلبی بود، جان کینگ کراس بود، مکلین بود و 5-6 نفر بودن. یکی از روچایلدا بود. اینا گروهشون 5 نفره بودن. که بزرگترین جاسوسه ها کیا بودن؟ جاسوسه ها به اون صورت کارهایی که جاسوسه مرد کردن نبودن، چون سازمان های جاسوسی البته داست جنگ جهانی اول ماتاهاری و اینا هستن و چند نفر دیگه هم بودن، ولی اون موقعیت هایی که جاسوسه های مرد دارن ندارن، برای اینکه در سازمان اطلاعاتی در اون رده های بالا نمیرسن خانم ها. در سازمان امنیت انگلیس برای اولین بار میبینیم که MI6 خانم استلا اومد چند سال پیش، الان اول شده البته 7-8 سال پیش اونو انتخاب کرده، ولی یک فقط 1 in a million که چنین چیزی بود. مثلا جا سازمان MI6 2200 تا مامور داره، کمتر از 150-200 تاش خانم ها. خب نسبتا هم ماموریت هاشون هم با در نظر داشت چیکار میکنن دیگه، در امریکا هم همچنین. واو، من که سیر نمیشم. ماتاهاری چه نقشی داشته در؟ حالا ماتاهاری نقش افسانه‌ایش بیشتر بود، برای اینکه جنگ جهانی اول مثل ساختار سیستم جاسوسی طور دیگه ای بود. این اگه اشتباه نکنم فیلم ماتاهاری هم که درست کردن، اون بازی میکرد اون خانم شیلی مکنین، نه اون که پاهاش هم $1,000,000 مارلن دیتریش بازی کرد. بله، یه آهنگ هم داشت اندر ماگزین اون آختی همچین نامی داشت که در اون فیلم خونده. این با افسرهای فرانسوی که میخواستن برن جپه، اون موقع هواپیما کم بود، مثل امروز نبود، سال اول دوم جنگ اینا آمدن هواپیما آمدن تو. اتفاقا رئیس تیم آکروجت هوایی آلمان در جنگ جهانی اول
همین گورینگ بود که در جنگ جهانی دوم فرمانده نیروی هوایی آلمان شد. خودش آس هوایی بود. بعد اون ستاره آبی بلوکراس رو بهش داده بود. اینا خلبانای فرانسوی شبا تو کافه‌ها که می‌رفتن با خانوما اینا که در ارتباط بودن، ماتاری اونایی که فکر می‌کرد ممکنه در جنگ روز بعد یا جنگ‌های روزهای بعد نقشی داشته باشن، اطلاعات رو از اینا می‌گرفت می‌داد به آلمان‌ها و آلمان‌ها می‌دونستن مثلا اینا از کجا میرن. آقا جنگ بیشتر روی فرانسه بود دیگه اون موقع، شکار اینا که می‌رفتن. خیلی جالب بود روزهای اولی هم که جنگ بود، اینا با هواپیما که می‌رفتن بالا به هم دیگه با تفنگ دلول می‌زدن، هنوز هواپیما مسلسل نداشتن. مدتی طول کشید تا تونستن مسلسل رو سوار هواپیما بکنن با تفنگ دلول اینا رو هم دیگه می‌زدن. بعدن دیگه بمب‌های دستی و اینا اضافه کردن که در 1918 دیگه هواپیماها میشد گفت که نقشی داشتن. جاسوسی، ما تا الان همش راجع به سیاست جاسوسی صحبت میکنیم. جاسوسایی هم هستن که جاسوسای تجارتی هستن، جاسوسای علم هستند، دزدی دانش هستش، اونا چجوریه؟ خب بعضی از کشورها در اون قسمت خیلی فعالیت میکنن، مثلا امریکا نیاز نداره روی اون فعالیت کنه، ولی چین، هند مخصوصا، اسمش سازمان امنیت هند اسمش راه RAW، اینا 250,000 نفر در استخدام دارن و رئیسش هم دو سال پیش اومد اینجا، در اومد امریکا دیدار کرد. اینا مثلا تخصص دارن که بدزدن چیزا رو، صنعت رو بدزدن، تکنولوژی میخوان بدزدن، تکنولوژی کامپیوتری میخوان بدزدن. کوریا و خدمت چینی ها مخصوصا، اینا چون کمبود دارن در این زمینه ها میدزدن و رو اون قسمت فعالیت میکنه. کشورهای مثل انگلستان، امریکا، فرانسه دنبال این مسائل نیستن. اسرائیل مثلا در دنیای تکنولوژی خیلی مایله که دزدی کنه و یکی از مامورانشون هنوز در اینجا در زندانه که سالها سلام در زندانه و اسرائیل هر سال دعوت میکنه، درخواست میکنه که اینو آزاد کنن و اینو خب تو آزاد نمیکنن، برای اینکه چیزای اطلاعاتی موش چی میگن هسته‌ای به اونا فروخته بود، یه چیز داده بود بهش. یعنی این آدم اومده بوده اینجا بود، پولارد اسمش. آها، این شخص پولارد هر سال که موقعی که باید یه نفر عفو بکنه رئیس جمهور یه دیر عفو میکنن با. اسم اینو میذارن که عفو بشه، ولی خب نمیذارن برای اینکه خیلی آسیب رسونده به امریکا. اما سیستم اتمی اسرائیل به سبک فرانسوی هاست، یعنی اینا 13 تا راکتور دارن، 13 دارن، جالب 12 تا دارن، یکیش اسمش 12 به اضافه 1ه، این که 13 نباشه، یعنی اعتقاد نحسی هم اونام دارن. بله دارن. و این جک پولارد اسم اون شخصی که اینا میخوان آزاد بشه و خب آزاد نمیکنن. خب دکتر، فکر می‌کنیم ما هفته جلسه آینده راجع به چه مسائلی صحبت بکنیم؟ همین جاسوسی رو می‌خوای ادامه بدیم یا چیزای دیگه؟ فرق نمی‌کنه، شما هر چی. من با اجازهتون از تماشاگران خواهش بکنم که همونطور که می‌دونید در برنامه اندیشه ما سعی می‌کنیم تلفن نداشته باشیم و به همین دلیل تلفن نخواهیم داشت روی میز که بلافاصله شما تلفن بزنید و سوالی رو مطرح بکنید. این به این خاطره که ممکنه خیلی از شماها به جای سوال بوده، ما خیلی تجربه داشتیم که به جای سوال نظریه عنوان میکردن و اون درست نیستش، فقط سوال باید مطرح بشه. در حال جناب دکتر باندبان هم به من اجازه دادن که اگر شما سوالی دارید از طریق ایمیل برای بنده بفرستید و به روی همین sorabakhawan.com یا andishetv.com که برید، از طریق کانتکت میتونید با بنده تماس بگیرید و سوالاتون رو در اینجا مطرح خواهم کرد و دکتر بانبان به اونها جواب خواهد گفت. پس ما تا ماه دیگه که در خدمت شما هستم. خیلی خیلی متشکرم، واقعا زحمت کشیدید. قربانتون. خانم ها، آقایان، افتخاری بود که در خدمت شما و همینطور دکتر بانبان بودم. تا هفته آینده.